همکارمون مرتزا کازمیان اینجا همراه منه آقای کازمیان از های فرمانده کل سپاه پاسداران و البته اعتراضش به مقابله و مواجهه مردم با نیروهای سرکوب چه چیزی رو میشه استنباط کرد؟ این خیلی جالبه واکنش فرمانده کل سپاه اولا کاملا یک واکنش انتقادی و حاکی از براشفتگی است چرا چون اعتراض مردم و مقابله اونها با نیروهای سرکوب رو بر نمیتابه و خیلی مشخصه که آقای سلامی برای است که چرا مردم دارن ایستادگی میکنن چرا مقابله میکنن گویی که انتظار داره در برابر هر حجم نیروهای سرکوبگر مردم فقط فرار کنن و ایستادگی و مقاومت نکنن این طبیعتا خیلی بارز در صحبتش اما نکته جالبش اینه که معترضان رو متهم میکنه به اینکه اینها حمله کردند و نیروهای سرکوب از جمله بسیجیان رو کشتن جالبه که برای فرمانده کل سپاه جان شهروندانی که در همین اعتراض ها ستانده شده هیچ اهمیتی نداره سازمان حقوق بشر ایران گزارش شده که تا حالا حدود 185 نفر در شهرهای مختلف کشور کشته شدند نیمی از اونها البته متاسفانه در زاهدان بوده ولی ده ها نفر هم در شهرهای دیگه در جریان همین اعتراض کشته شدند خب برای قابل مقایسه با تعداد کشته شدگان نیروهای سرکوب اصلا و فرمانده کل اصلا به این اعتنای نداره براش جان مردم ایران بی اهمیت هست و فراتر اینکه حتی اگر از کشته شده ها بگذریم شهروندان زنان کودکانی که هدف خشونت قرار می گیرن. حتی زنان چادری اینها هم حتی خاطر فرمانده یک نیروی ایدئولوژیک رو مشوش نمیکنه فقط باید دفاع کنه از نیروهای بسیج من اینجا اشاره کنم به یک نکته مهمی که وجود داره در این بحث دفاع مشروع یا مقابله شهروندان معترض با سرکوب اینکه که اساسا حق دفاع مشروع در تمامی نظام های حقوقی به رسمیت شناخته شده یعنی جایی که فرد برای دفاع از جان خودش برای دفع خطر ناگزیر هست از مقابله و دفاع این در همه نظام های حقوقی تعریف شده هست و ازش دفاع شده و جالبه که حتی در قانون حتی در جمهوری اسلامی در قانون مجازات اسلامی ماده 156 و 157 به این حق تاکید شده یعنی من فقط اشاره کنم در ماده 156 گفته هر فردی برای دفاع از نفسش ارزش ناموسش آزادی خودش دست به یک اقداماتی بزنه برای دفع تجاوز یا خطر که این عقلانی باشه مستند باشه و توسل به قوای دولتی به صورت سریع ممکن نباشه این رو مجاز میدونه ماده 197 قانون مجازات اسلامی دوباره میگه هر وقت حتی قوای انتظامی و ضابطان دادگستری اینها از حدود وظیفه خودشون خارج بشن و حسب ادله خوف اون باشه که عملیات اونها موجب قتل جر تعرض به ارز ناموس یا مال افراد بشه دفاع جایزه این حتی در قانون مجازات اسلامی این حق برای شهروندان مفروض و قانونی دونسته شده البته تاکید کنم متاسفانه شهروندانی که بازداشت میشن یا هدف خشونت قرار میگیرن اساسا هیچ حق قانونی هیچ دفاع حقوقی برای اونها مفروض نیست چون دستگاه قضایی اساسا اینها رو دیده میگیره و تمامی این شهروندانن که متهم میشن به اقدام خشونت آمیز همچنان که فرمانده کل سپاه داره متهم میکنه معترضان رو که شما برخورد قهرامیز داشتین با نیروهای سرکوبگر آقای کاظمیان که اجازه بدین به این واکنش مشترکی که در واقع تقریبا تمام مقامات جمهوری اسلامی داشتن وزیر کشور خود همین فرمانده سپاه اینکه باز ریشه اعتراضات رو به خارج نسبت میدن یه خورده در مورد این هم صحبت میکنه ببین خب وقتی که خامنه ای اومد صحبت کرد و این اعتراض ها رو ربط داد به سرویس های خارجی به همه ای عواملی که به تعبیر خامنه دشمن هستند و نه واقعیت های اجتماعی فرهنگی سیاسی ایران مفروضه که از سخنگوی دولت گرفته تا وزیر کشور تا فرمانده کل سپاه بیان این سناریو رو تکمیل کنن چنانکه که امروز سلامی هم گفته یک سناریوی وجود داره که آمریکا کشور اروپایی و اینها به دنبال این هستن اما جالبه که فرمانده سپاه نادیده میگیره که چطور در قوم در مشهد شهرهای مذهبی کشور اعتراض ها وجود داره چطور در مثلا دولت آباد تهران در پاکتشت و ورامین، در شهر قدس جنوب تهران در نقاط مختلف و نه فقط شمال تهران این باید. نوجوانان دختران جوان دارن وارد خیابان و اعتراض ها میشن یعنی ریشه اجتماعی و مبانی سیاسی این اعتراض ها و حتی بنیان های اقتصادیش رو که بخشی از این نارضایتی هاست نمیبینن من فقط اشاره کنم به صحبت های سارینا یکی از جان که کا کاملا این رو توضیح داد دلایل رو قبل از اینکه کشته بشه اما عملا مقام های حکومت چش هستند و فقط با شلیک گلوله یا بازاش و سرکوب دارن پاسخ میدن به مطلب. ممنون از توضیحات کاملتون